سلامتی خب عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانش آموزان عزیز. بچه ها صدا هست که انشاءالله؟ لطفا یه نفر جواب بده. توی شادم بله میتونم بذارم، بله اشکال نداره میتونم. خب پایه باید برم پایین، باید برم پایه بیارم. بچه ها بذار ببینم. شاد رو بچه این جلسه بی خیال بشین. خب آقایون، من جلسه گذشته اصل شمول و ترد رو گفتم براتون. اصل شمول و عدم شمول اون هفته تا کجا گفتم؟ مربع لاتین رو گفتم فکر کنم. بله مربع لاتین رو. بله. خیلی خوب بچه ها، میریم وارد درس دوم بشیم. درس دوم ابزارهای برای شمارش. ما یه اصل شمول و عدم شمول داریم و یه اصل دانه کبوتر، یعنی ما دوتا مطلب مهم دیگه داریم برای شما بگیم و کتاب رو تمومش بکنم. بله مربع لاتین رو گفتیم. یادمه که روش ساخت مربع های لاتین مرتبه فرد رو هم گفتم، درسته؟ مثلا 3 در 3 چجوری بسازیم، 5 در 5 چجوری بسازیم، اینا رو گفتم براتون. بله 3 در 3 هم گفتم، 3 در 3 رو گفتم و 5 در 5. اوکی خب درس دوم اصل شمول و عدمش. خیلی هم از کجا فهمیدیم که من میخوام پایین شنیده بود؟ پایه همون شدی هم را خوش بکنیم بدهیم براشون توی شادم میدم. بچه ها پایه همون من زحمت کشیدم که من توی شادم براتون ببینم. اونایی که میخوام توی شاد ببینن، من توی شاد ورود مدرسه سیگان دوازده نیازی بخش زنده شروع دوره نورش کردم. خب بچه ها شاد رو هم من پخش زنده گذاشتم، اونایی که میخوان از توی شاد هم میتونن ببینن. اصل شمول و عدم شمول. بچه ها شما توی سال دهم
راجع به مجموعه ها این نکته را میدونید. فرض کنیم این مجموعه مرجع باشه، این مجموعه آ باشه، این مجموعه ی. بچه ها این آ یعنی تعداد عضوهای آ، تعداد عضو آ، تعداد عضوهای این مجموعه رو با این علامت نشون میدیم مثل قدر مطلق، ولی نمیخونیم قدر مطلق آ، میگیم تعداد عضوهای آ. خب شما میدونید که تعداد عضو آ اجتماع B میشه تعداد عضوهای آ به علاوه تعداد عضوهای B منهای آ اشتراک B. مگر تعداد عضوهای آ اجتماع B میشه تعداد عضوهای آ به اضافه تعداد عضوهای B منهای تعداد عضوهای آ اشتراکی. چرا منهای آ اشتراکی می میکنیم؟ دلیلش اینه که وقتی ما تعداد عضوهای آ رو می نویسیم، تعداد عضوهای بی رو می نویسیم، این آ اشتراکی بی رو داریم دو بار به حساب میاریم، باید یه بارش رو کم کنیم. اینو بهش میگن اصل شمول و عدم شمول برای دو مجموعه، یا اصل شمول و ترد برای اصل شمول و عدم شمول برای دو مجموعه. یه اصل اثباتش نمیشه، میفهمیم هم قبول داریم. بچه ها تعداد عضوهای آ پریم چی میشه؟ آ پریم میشه کل منهای آ. میدونیم که آ پریم یعنی همه عضوهای مجموعه مرجع غیر از آ. آ منهای بی یعنی چی؟ که با آ اشتراک بی تویم برابر. اینو پارسال شما توی دهم ببخشید توی یازدهم آمار احتمال خوندید که آ منهای بی با آ اشتراک بی تویم برابره، و این برابر است با تعداد عضوهای آ منهای آ اشتراک بی. از طرفی آ پریم مثلا اجتماع بی پریم رو میدونیم که میشه آ اشتراک بی پریم. اینم بلده قانونهای دمورفان. آ پریم اشتراک بی پریم هم میدونیم که میشه آ اجتماع بی پریم، و اینم میشه اس منهای آ اجتماع بی. اینا برای دو مجموعه هست. آ دلتا بی هم بچه ها بلد باشید. اینو بهش میگن تفاضل متقارن. تفاضل متقارن بچه ها آ دلتا بی میشه آ منهای بی اجتماع بی منهای آ. اینو بهش میگن تفاضل متقارن، یعنی این قسمت به اضافه این آ منهای بی به اضافه بی منهای آ، یا کل آ اجتماع بی رو آ اشتراک بی رو ازش حذف کنید. حالا رابطه به دست میاریم که تعداد عضوهای آ دلتا بی میشه تعداد عضوهای آ به اضافه تعداد عضوهای بی منهای دو برابر تعداد عضوهای آ اشتراکه. این اصل شمول و عدم شمول برای دو مجموعه و اینم یه تعدادی رابطه. حالا برای سه مجموعه من اصل شمول رو میگم و یه چند تا مسئله از روش حل میشه. اگر میخواید اسکرین شات بگیرید یا بنویسید یه دقیقه من فرصت میدم و بعد اصل شمول رو برای سه مجموعه بچه ها براتون میگم.
اصل شمول بچه ها برای سه مضمونه A B C اصل شمول و عدم شمول برای سه مضمون بچه ها تعداد عضوهای A استماع B استماع C مساوی میشه با تعداد عضوهای A علاوه تعداد عضو B علاوه تعداد عضو C منهای A اشتراک B منهای A اشتراک C منهای B اشتراک C علاوه A اشتراک B اشتراک C تعداد عضوهای A استماع B استماع C میشه تعداد عضوهای A تعداد عضوهای B تعداد عضوهای C منهای A اشتراک B منهای A اشتراک C منهای B اشتراک C به علاوه A اشتراک B اشتراک C آخر بار بچه‌ها یه دونه اشتراک ستایی رو چیکار میکنیم؟ اضافه میکنیم دلیلش هم اینه بچه‌ها مثلا اگر یه عضوی فرض کنید که اینجا باشه اینجا باشه هم تو آ هست، هم تو بی هست، هم تو سی خب، آ اجتماع بی اجتماع سی یه مجموعه هست، اینجا یه بار حساب میشه یه عضو تکراری توی مجموعه دو بار شمرده نمیشه پس اگر یه ایکسی فرض کنی اینجا باشه اینجا یه بار حساب میشه توی آ هست، توی بی هست، توی سی هست تو آ اشتراک بی هست، تو آ اشتراک سی هست، تو بی اشتراک سی هم هست اینجا بچه ها سه بار اضافه شده، سه بار کم شده پس اینجا باید یه بار اضافه بشه نگاه کنی، الان تعادل برقراره یک برابر یک برابر یک منهای یک منهای یک منهای یک برابر یک میشه حالا فرض کنیم که این ایکس بچه ها اینجا باشه مثلا اینجا یه بار شمرده میشه توی آ هست، توی بی هست، توی سی نیست تو آ اشتراک B هست تو آ اشتراک C نیست تو B اشتراک C نیست توی آ اشتراک B اشتراک C هم نیست ببینید تعادل برقرار هست یا نیست؟ بله یک برابر یک دو منهای یک میشه یک پس تعادل برقراره پس اگر توی یکی از اینا باشه اینجا 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 باشه باز را به همین ترتیب درست فرض کنید x اینجا باشه اصلا توی a اجتماع b اجتماع c هست یه بار شمرده نمیشه توی a هست توی b نیست توی c نیست a اشتراک b نیست اینجا نیست اینجا نیست و تعادل باز هم برقراره پس این رابطه به ازای هر xی که تو مجموعه a و b و c باشه چه توی آ تنها باشه چه توی آ اشتراک بی تنها باشه چه اشتراک سه تاشون باشه هر جایی باشه این تعادل برقرار هست اینو بهش میگن اصل شمول و طرد بچه ها برای سه مجموعه برای سه مجموعه حالا چه کاربردهایی داره بنویسیدش تا یه مثال براتون بگم متوجه شدید بچه ها این مبحث رو اونایی که توی اسکایروم هستن یه توضیح بدید یه جواب بدید در ضمن بچه ها امروز ساعت 16:00 یه کلاسی هست حتما حالا به اطلاعات رسوندن شهرستان خمینی شهر برای همه 12 برای درسای گسسته هندسه فکر کنم شیمی زبان و یه درسی دیگه هم هست فیزیک مثل این که کلاس گذاشتن حل تمرین های حل مسائل امتحان نهایی نمونه سوال های امتحان نهایی درس به درس من امروز نوبت منه ساعت 16:00 و تا کلاس توی اسکایروم تشکیل میشه من میام همینجا کلاس هم رو تشکیل میدم و لینکش رو براتون میفرستم توی کلاس بچه ها حضور داشته باشین اگر دوست داشتین از درس یک میخوام شروع کنم و دوباره برگردم
خب من برای اینکه این لپتاپ امتحان بکنم یه نفر دست بگیری از بچه‌هایی که توی اسکایروم هستن تا من این رو تستش بکنم ببینم اسپیکر این لپتاپ درست کار میکنه یا نه. یه نفر دست بگیره. تا من میکروفونش رو فعال بکنم. آقای اسدی، حاجیان، آقای ربانی فر، آقای گلی، یه نفر دست بگیره بچه. بچه الان حضور داری توی کلاس هستید نیستید؟ خب آقای ربانی فر شما دست بگیرید تا من میکروفونتون رو فعال کنم. آقای ربانی فر جای مناسبی نیستم یعنی چی؟ مثلا تو ماشینی؟ یه کلمه میخوام صحبت کنی. خب یه نفر دیگه، آقای حاجیان شما میتونی صحبت کنی؟ آقای گلی، آقای اسدی، یه نفر اعلام حضور کنه. ای بابا، خوبه عروس نیستید شما؟ یه نفر دست بگیری. خب آقای چرا اینجوری شده؟ آقای ربانی فر خودت یه لحظه یه سلام علیک بکن و خارج شو. میخوام ببینم که صدا میاد یا نه. میکروفون رو دسترسی دادم. الو سلام. آقا کنم ترنتم از ضعیفه صداشون با لگ میاد. ربانی فر صدا دار ندارم متاسفانه. صدا من میاد رو مشکل چیه؟ میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که اینجا داره از کارت صوتی استفاده میشه. اشکال نداره ببخشید متوجه اشکال شدم. خب S 1 2 3 تا 1000 وجود دارد به طوری که الف بر 2 یا 3 بخش پذیر باشد. B بر 2 یا 3 یا 5 بخش پذیر باشد. P بر 2 و بر 2 بخش پذیر باشم ولی بر 3 نه.
بر دو یا سه بخش پذیر، بر پنج بخش پذیر نباشه. سه بر دو و سه بخش پذیر، ولی بر پنج نه. اینجا ببین فرق ت و سه اینه که اینجا گفتیم بر دو یا سه بخش پذیر، بر پنج نه. اینجا گفتیم بر دو و سه بخش پذیر باشه و بر پنج نه. این بچه های نور سوالی که با اصل شمول و عدم شمول میتونیم حلش کنیم. در مجموعه یک دو تا این تعداد اعضایی که تعداد اعدادی که بر کابخش پذیرند برابر است با براکت امکان. مثلا میشه بر دو بخش پذیرن از یک تا هزار، میشه برای که هزار دو بود 500 بر 500 تاش موضوع بود. خب اتا من میام آ رو میگیرم، تعداد ایکس های عضو اس به طوری که دو به شمارد ایکس، یعنی ایکس بر دو بخش پذیر باشه. بی رو میگیرم، ایکس های عضو اس به طوری که سه به شمارد ایکس را، و سی رو میگیرم ایکس های عضو اس به طوری که پنج به شمارد ایکس، چون دو و سه و پنج دارم با عدد دیگه کار ندارم. بچه ها تعداد عضو های آ میشه براکت هزار دو بوم 500، تعداد عضو های بی براکت هزار سه بوم میشه 333، و تعداد عضو های سی براکت هزار پنجم که میشه 200. بچه ها من به آ اشتراک بی ممکنه نیاز داشته باشم. آ اشتراک بی بچه ها یعنی چه؟ یعنی عضوهایی که بر دو و سه بخش پذیرن. چه عددی بر دو بخش پذیری بر سه هم بخش پذیره که بر شیش بخش پذیر باشه؟ 1006 شما به براکتش میشه 100 و ببینیم 100 تا میشه 600 تا 160 60 تا 6 تا میشه 160 166 میشه باید 6 تا 6 تا 36 6 6 تا 36 996 میشه. و آ اشتراک سی یعنی چی؟ اگر نیاز بهش پیدا کردم میشه براکت 1010 100 تا میشه. بی اشتراک سی اگر نیاز بهش پیدا کردم میشه براکت 35 تا 15 1000 به 15 1060 شونده 1000 به 15 60 تا 15 تا میشه 900 تا 6 تاش هم میشه 966 تا میشه. و آ اشتراک بی اشتراک سی ها اگه نیاز داشتم میشه براکت 1000 و 5 عددی بر 2 و 3 و 5 بخش پذیری که بر 30 بخش پذیری باشه، 30 تاش هم میشه این 33 باشه. خب حالا اینا رو یادداشت کنید. من یه جمع بالا دوباره می‌نویسم، تعداد عضوهای آ 500 تا، بی 333 تا، سی 200 تا، آ اشتراک بی 166 تا، آ اشتراک سی 100 تا، بی اشتراک سی 66 تا، آ اشتراک بی اشتراک سی هم که نیازش دارم شد 33 تا.
اینا رو سریع یادداشت کنید، یه اسکرین شات بگیرید تا من بعدش رو براتون بگم. قسمت علی گفته بر دو یا سه بخش پذیر بود، پس علی اونایی که بر دو بخش پذیر بود آن یا سه بی تعدادش میخواد، طبق فرمول میشه تعداد اوزهای آ به اضافه تعداد اوزهای بی منهای اشتراکی شد. آ اشتراکی بود. چرا؟ چون وقتی من تعداد دوزهای رو می‌نویسم اشتراکیش من دارم حساب کنم، اینجا حساب کنم، یه بارش رو کم می‌کنم که میشه 5833 منهای 166 هم که میشه 6 از 13 هم 6 از 12 6 این هم که میشه از دوزشون دارد 667 667 تا عدد از 1 تا 1000 هست که بر 2 یا 3 بخش پذیره. این 2 یا 3 یعنی بر 2 بخش پذیره یا بر 3 بخش پذیره یا بر 6 بخش پذیره. خود 2 مثلا 4 5 نیست، تون بر 3 بخش پذیره. 6 8 9 10 12 14 همه اینا حساب میشن. 15 بر 2 یا 3 یا 5. بچه ها قسمت B میگه آ اجتماع بی اجتماع سی رو حساب کن، یعنی تعداد اوزهای آ تعداد اوزهای بی تعداد اوزهای سی منهای آ اشتراک بی منهای آ اشتراک سی منهای بی اشتراک سی علاوه اشتراک سه تا شد که این مساوی میشه با 500 تا 333 تا 200 تا منهای 166 منهای 100 منهای 66 به علاوه 33 حاصل میشه. الان بهتون میگم چند میشه، بذارید من ماشین حساب رو فعالش کنم. اینم کلکیولیتور. همینجور ذهنی بگیم ها، 500 تا و 200 تا اون یکی که حساب کردیم یه بار 500 و 200 533 منهای 166 میشه 667 تا 867 767 701 734 میشه 734 عدد هست که بر 2 یا 3 یا 5 باشه اگه اجتماع نکرده باشه. اینو 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 داریم اینجا با اینو میشه 667 867 767 701 703 درست.
قسمت P بر دو بخش پذیر باشن ولی بر سه نباشن. بچه قسمت P دیگه بر دو بخش پذیر باشن ولی بر سه نه. بر سه نه یعنی P print بر دو بخش پذیر باشن و که میگیم اشتراک بر سه نباشن میگیم P print. آ اشتراک P print یعنی A منهای B، یعنی A منهای A اشتراک B، یعنی 500 تا منهای اشتراکشون هم که 166 تا است که میشه 334. قسمت ت بر دو یا سه بخش پذیرند بر پنج نه، یعنی آ استعمال بی اشتراکش با سی پریم، یعنی آ اجتماع بی منهای سی. بچه این یعنی آ بچه نگاه کنید، آ اجتماع بی منهای سی یعنی آ اجتماع بی رو حساب کن منهای اون آ اجتماع بی هایی که با سی اشتراک دارن. خب حالا من آ اجتماع بی اشتراک سی رو اینجا حساب کنم. آ اجتماع بی اشتراک سی، بچه ها اجتماع رو پخش کنید، اشتراک رو روی اجتماع پخش کنید، میشه آ اشتراک سی اجتماعش با بی اشتراک سی اجتماعش با و این میشه آ اشتراک سی به اضافه بی اشتراک سی منهای اشتراک این دو تا مجموعه که میشه آ اشتراک بی اشتراک سی و این حاصل میشه آ اشتراک سی رو دارم 100 تا به علاوه بی اشتراک سی هم دارم 66 تا، منهای اشتراک سه تاشون هم که 33 تا است میشه 133 تا. آ اجتماع بی هم که دارم آ اجتماع بی 667 تا است منهای 133 تا که بکنی میشه 534. پس 534 تا عدد هست که بر دو یا سه بخش پذیرن ولی بر پنج نه. قسمت سه بچه ها گفته بر دو و سه بخش پذیر یعنی آ اشتراک بی ولی بر سه بر پنج نباشن اشتراک سی پریم که این میشه آ اشتراک بی منهای سی و این میشه آ اشتراک بی منهای آ اشتراک بی اشتراک سی. واضحه دیگه آ اشتراک بی هم که برای 166 تا منهای 33 تا که این هم میشه 132. 133 تا عدد هست بر دو و سه بخش پذیرند ولی بر پنج نه، مثل 6 مثل 12 ولی 30 نه، چون 30 بر 2 و 3 بخش پذیره بر 5 هم بخش پذیره. واضح بود دیگه این سوال. بچه ها فهمیدید چند نفری که هستید؟ آقای شهرباف و آقای طریقی هم که جدیدن به جمعمون پیوستن. این اصل شمول و عدم شمول بود برای سه مجموعه. حالا میخوام یه مسئله جالب قشنگتری براتون بگم.
تابلو رو پاک کنم بچه ها. چند تا عدد چهار رقمی داریم که حداقل یکی از ارقام یک یا دو رو داشته باشه؟ مثلا 1100، یه دونه یک، دو تا یک داره. 1222، یه یک داره، سه تا دو. 5270، گفتیم یکی از ارقام یک یا دو رو حداقل داشته باشیم. حداقل یعنی میتونه 4 تا یک باشه، اشکال نداره. 3 تا دو باشه، یه 5، من یکو اصلا نداشته باشه ولی دو رو بالاخره حتما داشته باشه. خب چیکار کنیم بچه ها به نظرتون؟ اینجا بچه ها من اگه بخوام افراد مستقیم برم مسئله رو حلش بکنم خیلی طولانی میشه، خیلی طولانی میشه و بهتر هست که از راه غیر مستقیم و متعمم برم. نگاه کنید بچه ها، من آفرین رو میگیرم، آ رو میگیرم، اعداد چهار رقمی فاقد رقم یک، اعداد چهار رقمی فاقد رقم یک آپریل میشه اعداد چهار رقمی که آپریل میشه اعداد چهار رقمی که حداقل یک رقم یک داره. دی رو میگیرم، اعداد چهار رقمی فاقد رقم دو. بی پریم میشه اعداد چهار رقمی که حداقل یک رقم دو داره. جواب مسئله من جواب میشه آپریم
اجتماع بگیریم، چون گفتیم حداقل یکی از ارقام یک یا دو رو داشته باشه. پس بگیم آپتیم اجتماع بگیریم و من باید چکار کنم؟ پیدا بود آپتیم اجتماع بگیریم و باید پیدا بود. خب بچه ها تعداد عضوهای آن او پلش چند تاست؟ پل اگه پل رو بگیریم نیست میدونیم که چهار رقمی ها چند تاست بچه ها؟ اینجا رو نقطه میذاریم ده 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 نه زد در هزار نه هزار تا نه هزار در ده میتوانه سه نه هزار تا عدد چهار رقمی داریم از هزار داریم تا نه هزار نه سنده بزن میشه نه هزار تعداد عضوهای آ بچه ها اونایی که رقم یک رو نداره یک رو از اینا حذف کنید اینجا میشه هشت اینجا میشه نو میشه هشت زرده نو به توان سه بیان همین جوره بیان همین جور هشت زرده نو به توان سه آ اشتراک بی یعنی چی بچه ها؟ یعنی اعداد چهار رقمی که ندارید یعنی نه یک داشته باشه نه دو میشه هفت زرده هشت به توان سه اما جواب مسئله بچه ها جواب مسئله آ پریم اجتماعی بی پریمه که من اینو میتونم بنویسم آ اشتراک بی پریم و اینو میتونم بنویسم اس منهای آ اشتراک بی اس منهای آ اشتراک و این اسمون که هست 9000 اسمون هست 9000 منهای آ اشتراک بی هم که هست 7-8 به توانه 3 هرچون خواهد باشه بچه اگه گفته بودم هم در قلیه کرد هم آمه یک و دو را داشته باشه اینجا باید نوشتیم آپریم اشتراک بی پریم وقت آپریم اشتراک بی پریم میشد آ اجتماع بی پریم وقت بعد آ اجتماع بی ها جدا حساب میکردیم و از کل کم میکردیم از حواستون به یا و بعد باشه متوجه سوال شدید که بچه آقای حاجیان، آقای ربانی فر، آقای گلی، فعلا حضور داریم اوکی هستیم؟ بچه ها من یه مبحث دیگه هست راجع به شمارش تعداد توابع از یه مجموعه این عضوی به مجموعه این عضوی براتون بگم تعداد توابع معمولی تعداد توابع یک به یک و تعداد توابع پوشا
اینا رو براتون بگم و درس رو تمومش بکنم. مساوی باشه با همدامنه، مساوی
مساوی باشه با هم دامنه. پس اگر برد یه تابه با هم دامنه یکی شد میگه تابه پوشاست. تعداد توابع پوشا از مجموعه ام عضوی به سه عضوی، بچه ها کتاب دو فقط سه عضوی ها چون این عضوی یه خود بوره تو لاری پیدا بکنه و اصل شمول اینا رو باید به کار ببرن سخت میشه. کتاب فقط به سه عضوی گفته. فرض کنیم که x1 x2 تا xm رو داشته باشیم، این طرف یه بای یک داریم و یه بای دو و یه بای سه. تعداد تمام پوشاش مثلا بچه ها x1 و y1، x2 و y2، x3 و y3. حالا بقیه رو دوباره بدید مثلا x4 و y1 مثلا. یعنی پوش هست. چرا پوش هست؟ چون توی برد y1 و y2 و y3 هست. ولی اگه همه رو y1 بنویسم، مثلا این رو بنویسم y1، همه رو بنویسم y1، یعنی تابه هست ولی پوش ها نیست. چرا؟ چون تو مجموعه مقصدمون وای دو و وای سه رو نداریم. در واقع این تابع الان غیر پوشا است. دلیلش اینه که وای دو و وای سه رو پوشش نداریم. مثلا این تابع رو نکنید، تابع وای مساوی با ایکس دو، اگه این تابع رو از آر به آر بگیرم بچه این تابع میشه تابع غیر پوشا، چون مجموعه مقصد یا هم دامنه ما همه عدد حقیقیه ولی برد این تابع صفر و مثبت بی نهایته که با هم دامنه مساوی نیست. پس این تابع میشه تابع غیر پوشا. این من یه تابع پوشا است که شاید این حساب گفته باشم برات. حتی تعداد توابع پوشا رو که میخوایم حساب بکنیم از اصل شمول و عدم شمول میریم. تعداد توابع پوشا رو از اصل شمول و عدم شمول میریم. میایم آ رو میگیریم، توابع از آ به بی که برد آنها فاقد y1 است. b رو میگیریم، توابع از a به b فاقد y2 و c رو میگیریم، توابع از a به b فاقد y3. a اجتماع b اجتماع c یعنی همین توابع غیر پوشا. چون اگر یه تابعی بردش با یک رو نداشته باشه یا با دو یا با سه یا با یک و با دو رو نداشته باشه، اینا میشن غیر پوشا. ما اینا رو پیدا میکنیم از کل کم میکنیم. کل توابع میشه سه به توان ام، سه به توان تعداد عضو آ و چه ها با تعداد عضو بی با تعداد عضو سی مساویه. اگه با یک رو حذف کنیم میشه دو به توان آ اشتراک بی اشتراک آ اشتراک بی هم بچه با آ اشتراک سی با بی اشتراک سی مساویه، میشه یک به توان آ اشتراک بی. یعنی با یک رو با دو رو نداشته باشه، فقط با سه بکنه، یعنی همه این رو بیان به با سه که یه تابع میشه که میشه یک. آ اشتراک بی اشتراک سی هم صفر. ما چنین تابعی نداریم که بردش با یک وای دو وای سه رو نداشته باشه. برد حتما باید یکی از اونها رو داشته باشه. حالا آ اجتماع توابع پوشا، توابع پوشا و تا میشه کل منهای غیر پوشا. کلش چیه؟ سه به توان این منهای غیر پوشا میشه آ اجتماعی به اجتماعی سی، میشه تعداد عضوهای آ. تعداد عضوهای آ میشه دو به توان این، دو به توان این بی سی هم میشه دو به توان این. منهای آ اشتراک بی، منهای آ اشتراک سی، منهای بی اشتراک سی به علاوه آ اشتراک بی اشتراک سی و یه جواب به دست میاد، سه به توان این منهای سه تا دو به توان ام منهای سه. بچه ها این فرمولیه که تعداد توابع پوشا از این مجموعه ام عضوی به مجموعه سه عضوی رو میده. این هم بلد باشیم، تعداد توابع پوشا
از ام عضوی به دو عضوی هم پروش براتون بگم دو به توان ام منهای دو هست و درس شمول و عدم شمول بچه ها تموم میشه. فقط ما یه اصل لانه کبوتر رومونه که هفته آینده براتون میگم. از این مطالب سوال انواع سوال مطرح میشه، مثلا میگه که 5 تا کتاب رو میخوایم به 8 نفر توضیح کنیم به طوری که به هر شخصی حد اکثر یک کتاب برسه، یا مثلا 7 تا کتاب رو میخوایم بین 3 نفر توضیح کنیم، کتاب مختلف رو بین 3 نفر توضیح کنیم به هر شخصی حداقل یک کتاب برسه. بعضی وقتا میگن حداقل، بعضی وقتا میگن حد اکثر. خب بچه ها خسته نباشین، کلاس ما تموم شد دیگه و هفته آینده بچه ها ادامه بحث رو براتون میگم. امیدوارم که درس امروز رو متوجه شده باشین. امروز بعد از ظهرم اگر دوست داشتید توی کلاس 12 های شهرستان، کلاس دوره درس ها هست بچه ها، حل سال نمونه سال نهایی و یه دوره ای روی درس های کتاب ها هست که لینکش رو توی گروه براتون میذارم. خسته نباشید بچه ها، خدا نگهدارشون.